بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها و من الاخره الى بقائها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الهداة المهديين الحجج الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداخلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب ميلاد آقا ابوالحسن مولا علي بن موسى رضا المرتضى به روح مطهر آقا امام هشتم، پدر بزرگوارشان آقا موسی بن جعفر، خواهر گرامیشان فاطمه معصومه سلام الله علیها، به روح مطهر و منور امام عسکری، جهت سلامتی امام زمان، عرض ادب ما، سلام ما، تبریک ما به پیشگاه مقدس و منور حجت ابن الحسن المهدی صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك عن حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وجود نازنین امام هشتم علی بن موسی رضا که امشب شب میلادش هست، از پیغمبر اکرم روایاتی داریم در رابطه با عظمتش از ائمه معصومین علیهم السلام. لذا دو شخصیت است که پیامبر اکرم پاره تن خود معرفی کرده است. بزعت منی، یکی وجود نازنین حضرت زهراست، یکی هم آقا و مولای ما علی بن موسی رضاست. امام هشتم علیه السلام حدود 55 سال عمر مبارکشون رو بیان کردن، 35 سالگی به امامت رسیدند، 20 سال امامت امام هشتم بوده که در طول این 20 سال امامت حضرت رضا علیه السلام 10 سال آن در عصر هارون خلیفه عباسی، 5 سال در خلافت امین یکی از فرزندان هارون و 5 سال آخر عمر امام هشتم علیه السلام در اصل خلافت مأمون عباسی است که 20 سال امامت حضرت است. امام هشتم علیه السلام سال 200 وارد ایران شدند. سال 201 فاطمه معصومه وارد ایران شدند. سال 203 هم شهادت امام هشتم رو نوشتند، یعنی 3 سال در ایران یا همون مرو که امروز بخشی از ترکمنستان است. این مروی که امام رضا علیه السلام اون موقع در خراسان ایران، این مرو هم جزء خراسان بوده. امام هشتم علیه السلام 382 شاگرد برای ما نوشتند. خانمان شما گوش میدن امشب شب میلاده، به احترام امام هشتم یه چند دقیقه تحمل بفرمایند. امام رضا علیه السلام 382 شاگرد برای ما نوشتند. خب از ائمه معصومین مثل امام سجاد حدود تقریبا 170 شاگرد از اصحاب آقا، از امام صادق علیه السلام بیش از 4000 تا در طول امامت حضرات معصومین علیه السلام، اما از امام هشتم 382 تا. خب شاگردهای متفاوتی مثل جناب عبدالعظیم حسنی، مثل یونس ابن عبدالرحمن، شخصیت های فوق‌العاده‌ای که کنار مثل فرزند شبیه یبن شبیه، اینا از یاران علی بن موسی رضا سلام الله علیه بودند.
اما بعضی از اصحاب ائمه ایرانی بودند. مثلا در باب امام عسکری علیه السلام که بیش از 200 شاگرد نام برده شده امام 11 در طول 6 سال امامت حضرت، بعضی از مورخین نقل میکنند که بیش از 100 نفر از اینها ایرانی تبار بودند. شما ببینید اصحاب ابی عبدالله رو نگاه کنید، 72 نفر مشهورش هست. بعضی از آقایون مورخین متفاوت از اصحاب امام حسین رو نقل کردن. یه شخصی است به نام فضیل، این یک کتابی داره 10 صفحه. تو این کتاب 10 صفحه‌ای که 1300 سال پیش نوشته، فقط هم یاران امام حسین رو نوشته، اصحاب ابی عبدالله 107 نفر نام میاره. نهایتا اصحاب امام حسین رو 175 نفر گفتن، اما دو تای از اینا ترک تبار، یعنی اهل آذربایجان، مثل اسلم. اصحاب ائمه معصومین از شهرها، از کشورهای مختلف، شاهم این قوم شیخان ببینید، دو تا از اصحاب ائمه دفنن، زکریا ابن آدم، زکریا ابن ادریس و بسیاری از بزرگان که در این قوم مدفونن. بس اصحاب متفاوتی داشتن ائمه معصومین. امام رضا علیه السلام تقریبا بیش از حدود 2000 روایت ما از ایشون داریم. احادیث ائمه علیه السلام رو در قالب موسوعه جمع‌آوری کردند. حدود 60800 حدیث از امام دوم، امام حسن ابن علی المجتبى، و تا امام ابا محمد حسن ابن علی العسکری حدود 60800 حدیث جمع‌آوری شده در قالب موسوعه. از این 60800 حدیث تقریبا حدود 2000 تاش از امام رضا علیه السلام است، 520 تاش از امام عسکری است، 521ش از امام هادی است سلام الله علیه، 1400 تاش تقریبا از امام جواد علیه السلام است، اما از علی ابن مصعب رضا حدود 2000 تا تقریبا حدیث معتبر به دست ما رسید. اما یک حدیث من بخوانم از امام هشام سلام الله علیه در این شب میلاد، که امیدواری به برکت این حدیث همه ای ما بهره‌مند شویم و خدای متعال حوایج همه رو برآورده به خیر کند، و مخصوصا این حادثه اخیری که پیش آمده انشاءالله که به خیر و سلامتی و خبر خوش برای ملت ایران، که این خادم اهل بیت که واقعا شخصیت مردمی، من همین که می آمدم یه لحظه فکر می کردم واقعا معنا بیان نمی کنیم، یه لحظه دلم سوخت، شخصیتی که رئیس جمهور، شخص دوم مملکت، اکثر جاهایی که خیلی از افراد در رده دهم بیستم شاید نرن، اما تو این وضعیت سرکشی کنن و به مناطق که ملت ایران، عزیزان ایرانی ما، چه شیعه چه سنی، چه شیعه چه سنی. خب امیدواریم خبر خوشی به همه ما. امام رضا علیه السلام یه حدیث رو خدمت عزیزان عرضه بدارم، حدیث بسیار زیبایی است. امام فرمودن که من فرج المؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامه، هر کسی مشکلی از مؤمنی برطرف کند، خدای متعال در قیامت قلبش را شاد میکند. لذا حدود این حدیث رو به این تابلو جام نوشتن، خیلی زیباست، که فرمودن بهترین کارها نزد خدا بعد از ادای واجبات خدمت به مردم است. یا آقای آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرضه داشتم در رسول الله من از یکی از مناطق ایران میام خدمت شما. خب امام باقر مدینه بودن، عرضه داشتم در رسول الله تعداد زیادی شیعه اونجا ادعا دارم که از شیعیان شما. خب خیلی این ادعا رو میکردن، الان هم همینطوره. سهل خراسانی را خدمت امام صادق سلام الله علیه وارد شد، گفت آقا ما در خراسان خیلی هستن شیعیان شما. خب شنیدید این روایت رو؟ امام صادق علیه السلام فرمود که
خب این تنور رو به اون قدامش آقا فرمود روشن کن. شما همین داستان رو بیا در اصل خودمان، اگر وجود نازنین امام از تشریف بیارن چقدر پای کارن. ما تقریبا ایام دهه کرامت، در ابتدای دهه کرامت، حدود 5 روز بنده توفیق داشتم در استان گلستان بودم، در گرگان و تعدادی از شهرهایی که زیر نظر این استان هستم، جمعه 27-30 شهر داره گرگان. بعد خیلی جاها بنده جلسات داشتیم، ما از صبح برنامه برامون چیده بودن دهه کرامت، این 5 روز ابتدا، چه با مسئولین چه با مردم که خدمت عزیزان در حیات بودیم. اما جمله اینجاست، بعد یکی از مکانها که برای منبر رفتم، وقتی تمام شد برنامه جلسه ما، به من گفتن آه شما چند دقیقه اگر میشه صبر کنید، یه هدایایی جوایزی میخواید بدیم به این عزیزانی که اینجا هستن. خب میدونید استان گلستان تقریبا 40-50% اهل سنت هم، بعضی از شهرهاش 100% اهل سنت هستن. بنده خودم خیلی جاها رفتم، همین مصلای وحدت گرگان که خود امام جمعه محترم آیت الله نور مفیدی هم تشریف داشتن، دعوت داشتیم اونجا برای برنامه. خب خیلی از عزیزان اهل سنت اونجا بودن. اما نکته اینجاست عزیزان، ما بعد از جلسه وقتی هدایایی میدادیم، نامه‌هایی که به ما دادن اسامی را نوشته بود، دیدم نوشته مثلا آقای فلانی حافظه بخشی از نهج البلاغه. بعد وقتی آمد این هدیه از ما بگیره، این دوستی که بغل من ایستاده بود گفت ایشون اهل سنت هست. رو گفتم عجب، گفتم چطور؟ نهج البلاغه. گفت کار کرده، حافظه بخشی از نهج البلاغه است. بعد وقتی آمد هدیه رو بگیره گفتم اهل سنت هستی؟ گفت بله. گفتم نهج البلاغه رو حافظی؟ گفت بخشش بلدم. بیان کردم اگر سوال کنم پاسخ میدی؟ گفت بله. حرف من اینجاست قبل از اینکه این حدیث رو بیان کنم که ادعای شیرگری کرد خدمت امام معصوم، نکند یه موقع دیگران جلوترن از ما، ولی یا آقای دیگه فرد دیگه آمد هدیه از ما گرفت، این دیگه جذابیتش بیشتر از اون بود. وقتی نامه رو به من دادن هم نوشته بخش از صحیفه سجادیه رو حفظه. سعید باز نهج البلاغه رو بعضی از ما اطلاعاتی داریم، اما صحیفه سجادیه که 54 دعا درش هست و امروز بیش از 270 دعا از امام سجاد جمع‌آوری شده. امروز 270 دعا از امام سجاد داریم، هر قرنی هر عصری 20 دعا رو پیگشتن اضافه کردن، مثل نامی افندی از شاگردان منون مجلسی خیلی از شخصیت ها. اما باید حافظ بخش از صحیفه سجادی است. این ظاهرش ها ظاهر کار ادعای شیرگری هم نداره، اما وقتی آمد هدیه بگیره گفتم صحیفه سجادی هست بلدی؟ گفت بله بلدم. بعد من رو کردم به این بقیه که ایستاده بود پیش ما، گفتم دعای هشتم صحیفه سجادیه اگر ازش سوال کنم 44 رزیله اخلاقی رو امام سجاد در این دعای هشتم نام میاره که پناه میبره به خدای متعال از 44 رزیله اخلاقی. بپرسم ازش اون چی جواب میده؟ در صحیفه رو بلدی؟ گفت بله بلدم. گفتم چقدرش بلدی؟ گفت بخشش رو حافظم. گفتم دعای چهارم دعای هشتم. ببینید آن این ظاهر ادعای شیعه‌گری نداره، اما به باطن رفته دنبالش. یا آیا آمد خدمت امام باقر عرضه داشت یفت رسول الله آیا قبول میکنید بعضی ها ادعای شیعه گری میکنند؟ امام فرمود اگر 3 خصوصیت دارن اینها جز شیعان ما، اگر ندارن خیر. چیا؟ 1، امام فرمود ادعا کافی نیست، باید این 3 ویژگی رو داشته باشن. هر یکی غنیون علی فقیر، بگو ببینم پولدارا به فقرا عطوفت و مهربانی دارند یا ندارند؟ یعنی اونها که غنیان نسبت کسانی که فقیرن احسان نیکی دارند یا ندارند؟
از اونها شب درست لاخه اینطوری نیست در اون جایی که ادعایشیه گری میکنن. من رو همین جمعه جلسه رو مجدد کنم، کسانی که قنی هم نسبت به فقرا، نسبت به فقرا امیر المومنی بارد مسجد الحرام شد. خب حضرت امیر ابتدای ازدواجش با حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین خوب زندگی فقیرانه ای داشتند، اما اواخر عمر شریف امیرالمومنین املاکی داشت، آقا چاهای حفظ کرده بود، آقا وقف کرده بود، هفت تا باغ فقط غیر از جریان فلک از فاطمه زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین رسیده بود. امیرالمومنین هفت تا باغ به حضرت حسن بن علی داد سلام الله علیه. اما امیرالمومنین وارد مسجد الحرام شد، وقتی وارد شد آقا دید که اصحابم دور آقا بودن، آقا دید یه نفر آمده پرده کعبه رو گرفته دعا میکند. شب اول امیرالمومنین فرمود به اینا که اطرافش بودن، آقا فرمود که گوش کنه ببین چجور دعا میکنه. خب دعا آداب داره، زمینه داره، مکان داره، وقت داره، اینکه دعا را انسان چجور بتواند. شما همین آمد الرسولی که شبها اینجا میخوانی هفت درخواست درش هست، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، دعای اللهم کن لولی یک، شش تا درخواست درش هست. اگر پی ببریم به اسرار این دعاها، ولی گن به حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، شما صحیفه سجاد یک از امام سجاد هست، 270 دعا امام سجاد فرمود. من اینجا تو مجلس این مسجد با عظمت قبلها گفتم آرام میکنم اشکال نداره تکرارش. امام سجاد فرمود پدرم یه دعایی یاد من دا که بابا جان هر موقع گرفتار شدی دعا رو بخوام برای ما شعباز در مفاتی آورده. بعد امام چهارم میفرماید این دعا رو پدرم حسین ابن علی اون لحظات آخر عمر شریفش دعا رو فرمود، به حق یاسین و قرآن الحکیم و به حق طه و قرآن العظیم، یا من یقدر على حوائج السائلین، یا من یقدر ما فی الزمیر، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا راهم شیخ القبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الى تفسیر. ببینید دعا رو. بعد امام فرمود چه بخوانید که این دعا عجیبه. شما برید تو دعاهای مختلف زیارت آل یاسین، برید تو زیارت عاشورا، یعنی دعا رو امام زیارت جامعه کبیره، ما 15 تا دعا در زیارت جامعه کبیره درخواست داریم، خیلی زیباست اون صفحات آخر. اما اینجا امیرم اونه وقتی وارد شد آقا فرمود ببینید این چه دعایی میکنه این عرب ساحین، عرب بادیه نشین، بادیه نشین از روستاهای اطراف، ببینید چه جور دعا میکنه. دقت کنید اصحاب گوش دادن، دیدن داره دعا میکنه، پرده کعبه رو گرفته، عرضه میدن الهی بیتو بیتو کل بیتو بیتو خانه خانه دوست، ما امشب میمان تو این پروردگارا، امشب خودت پذیرایی من رو آمرزش قرار بده. نیاز داره، ولی اولش شب اول چی میگه؟ میگه پروردگارا خودت فرمودی اگر میهمان برد وارد شد بهترین پذیرایی رو بکنید، پیامبرت فرموده منم امشب میهمان تو هم، بهترین پذیرایی خود رو از من آمرزش گناهانم قرار بده. امیرالمومنین فرمود ببینید این حاجاتش داده میشه. شب دوم حضرت امیر وارد مسجد الحرام شد، آقا فرمود که ببینید چه دعایی میکنه. شب دوم که آمد دستش آورد بالا، یه دستش به پرده کعبه بود، یه دستش بالا، پروردگارا تو چنان عزیزی که از تو عزیزتر نیست، خدایا کاری بکن روز قیامت صرف کرده نشد بین مخلوقات در روز محشر. امیرالمومنین فرمود دعاش مستجاب شد، قشنگ داره دعا میکنه، زیبا دعا میکنه. شب سوم که وارد شد آقا فرمود ببینید چی میگه، دستش رو به پرده کرده، پروردگار رو 4000 درهم نیاز دارم. امیرالمومنین فرمود صداش کنید بیان. آمد جلو، آقا بهش فرمود که قشنگ دعا کردی،
آقای شناخ سلام کرد، ادب کرد خدمت امیرالمومنین، تو برای جون یه چیزایی ما یاد گرفتیم. اما وقتی تو خانه خدا آمدم شب اول نگفتم 4000 درهم به من بده، شب اول گفتم پروردگار را آموزش قرار بده برای من، شب دوم هم تو شب آقا فرمود من کمک میکنم، بیا فرق نمیکنه، خدای متعال فرموده نیاز دیگران را برطرف کنید، بیا از مکه که آمدی مدینه بیا خانه ما، سراغ خانه ما رو بگیر، من کمک میکنم. ببینید امام فرمود آیا پولدارا به فقرا ترحمی دارن؟ دو هل یتجاوز محسن المسیء، آیا خطاکارا وقتی خطایی میکنن نیکوکارا اونا رو میبخشن؟ خیلی زیباست ها، امروز چرا اینقدر ما مشکلات داریم؟ امروز چرا اینقدر اختلاف هست؟ امروز چرا اینقدر قطع رحم هست؟ با اطرافیان مادری بارو دیدم یا فرزندم 6 ماه یه بار ارتباط با من نداره، هر روز هم جلو خانم رفت میشه، هر روز پیغمبر اکرم نشسته بودن، یه پدری آمد با پسرش داخل، آقا پیغمبر اکرم هم که نشسته بودن پدر در حال پیغمبر اکرم عرضش یا رسول الله این پسرم وضعش خوبه اما هوای ما رو نداده، کمک هم نمی کنه. پیامبر اکرم رو کرد به این جوان گفت چرا مواظب از پدرت نیستی؟ مواظبت نمی کنی از پدر مادرت؟ گفت آقا بازار کسات، مشکلات هست، گرفتاری هست، این تا به هر دلیلی نمی توانم. پدر گفتش که آقا دیانه نمی کنه. پیامبر اکرم فرمود که بیا از این ماه یه خزینه یه کمک پدرت داشته باش، اولین ماه هم من میدم. پیامبر اکرم دست در جیب مبارکشون یه مبلغی رو در آوردن، گفتن آقا پیامبر اکرم فرمود این ماه اول رو من دادم، ماه دوم رو تو شروع کن به پدرم کمک کن، مادرت، خانوادت. گو باش یا رسول الله. رفتن ماه بعد آمد این پدر و پسر وارد شدن پدر عزیز یا رسول الله شما از ایشون قولی گرفتی اما نگاهی به ما نداره، حواسش به ما نیست، هوایی ما رو نداره به ایش نمید. پیامبر اکرم فرمود چرا کمک نمی کنی پدره؟ بهانه آورد. آقا فرمود که بازم من کمکش می کنم اما از ماه بعد مواظبت کن از پدره و مادره. رفتن ماه سوم آمد آقا فرمود که کمکت می کنه؟ گفت نه یا رسول الله. آقا فرمود می بینم توی که بی احترامی به والدینت می کنی نتیجهش این باشه که بلا بر تو نزدیک میشه. راوی میگه خودم دیدم مدت ها بعد تو کوچه های مدینه همین جوان میگشت ولی شکست شده بود، امبار از دست رفته بود، نیاز به دیگران داشت. اینجا امام میفرماید آیا پولدارا کمک میکنن؟ دو آیا خطاها رو میبخشن؟ سه دقت کنید، آقا فرمود که سوم مباسات کمک مالی دارند. ببین آقا جون ما یه صدقه داریم، صدقه واجب هست، مستحب هست. در صدقه واجب همون بحث فطریه هست، کفارات هست، در صدقه مستحب هم که بحثش جداست. شما زیادی اموال تو خمسش یک پنجمش رو صدقه میدی، صدقه واجب، درست شد؟ رتبه بالاتر مباساته، یعنی بعد از صدقه میای بالاتر میشه مباسات. یعنی چی؟ یعنی اینکه من یه لیوان آب برای خودم دارم، دو تا لیوان دارم، یکیش خودم میخورم، یکیش یکیون، یا همون لیوان رو دارم اینطور استفاده میکنم. یعنی اگه یه فرش، دو تا فرش دارم، یکیش خودم استفاده میکنم، یکیش میدم به دیگران. اگر بهترین غذا رو استفاده میکنم همون غذا رو به دیگران میدم. اما رتبه بعدی ایثاره. ایثار یعنی چی؟ ایثار یعنی اینکه من اگر یه لیوان آب دارم، یه بشقاب غذا دارم، خودمم تشنمه، خودم هم گرسنه اما نمیخورم میدم به دیگری، این میشه عیسی. لذا این رتبه رو اهل بیت علیهم السلام دارن که هر کسی خدمت اهل بیت علیهم السلام میرسید بهترین ها رو ایثار میکردن. نمونهش در سوره انسان هل اتی علی الانسان حین من الدهر، 18 صفت حضرت زهرا امیرالمومنین و فرزندانش در این سوره انسان آمده. 3 روز غذای خود رو دادن، ایثار کردند. بیوت کنون الطعام،
امام سجاد علیه السلام نشسته بود، خادم آقا یه بدا جگر آورد آقا میل کنن، وقتی جگر بود سر سفره یه بشقاب انگورم گذاشت. امام سجاد سلام علیه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردن که میل کنن قضا رو، در خانه رو زدن. در خانه رو وقتی زدن آقا فرمود به غلام ببین چه کار داره، رفتم در آن آقا سائل بیه برستم، آقا فرمود از این قضا بش بده بخوره. غلام دست کرد بشقاب انگور رو ببره بش بده، امام سجاد فرمود اون رو ببره. گفت بعد از مدت ها که شما دوست داشتید جگر میل کنیم ما برای شما گرفتیم، آقا فرمود اون رو ببر بش بده، اون چیزی که خودمون میخواییم استفاده کنیم بدیم به دیگران بهره ببرن. نکتم چند دقیقه تمام. مباسات، سومین نکته ای که امام فرمود، آیا نسبت به دیگران ترحم و مباسات دارند؟ دارند یا ندارند؟ شما در طول تاریخ ببینید یه شخصی به نام صاحب ابن عباد، این وزیر دولت آل بویه است. آل بویه 1000 سال پیش بودن، اینا 100 سال حکومت کردن آل بویه. این وزیرش تو اصفهان، حالا تخت فولاد دفنه، یکی از این جاها تو اصفهان دفنه، از وزرای آل بویه است. اینا خب چند تا کار انجام دادن آل بویه. تقریبا ما در طول تاریخ در این 14 قرن غیر از زبان فعلی 2 تا حکومت شیعی ما داشتیم، یکی دولت آل بویه است که حدود 100 سال بودن، یکی هم حکومت صفوی است که اینا حدود 7 قرن پیش بودن. آل بویه وزیری داشت به نام صاحب ابن عباد، شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده، خیلی کار انجام دادن این آل بویه. از جمله کارهایی که انجام دادن، اشهد ان علی و علی الله را در عراق اعلام کردن که جزء اذان بگید. از جمله کارهایی که انجام دادن، قدیر رو 3 روز تعطیل اعلام کردن، نماز عید قدیر میخوندن، از علمای بزرگ دعوت میکردن 1000 سال پیش. از جمله کارهایی که کردن، تاسوع و عاشورا این 2-3 روز رو تعطیل کردن. آل بویه از جمله کارهایی که کرد، دسته های عزاداری در روز عاشورا توسعه این کار رو انجام دادن، خیلی کار رو انجام دادن از این جهت. این وزیرش که صاحب ابن عباد هست و بحثم تمام در بحث امام رضا علیه السلام که فرمود کسانی که به دیگران کمک میکنن خداوند قلبشون شاد میکنه، این صاحب ابن عباد خیلی کمک کرد. در ماه مبارک رمضان روزی 1000 نفر افطاری میداد، هر شب 1000 نفر افطاری. علی ابن یخدین هم در سال 200 تا 300 نفر رو میفرستاد حج از شیعیان. نکته میخواییم بگیریم ها، میخوام بگم اگه شما 50 مرتبه 30 مرتبه 20 مرتبه هم کربلا رفتی، اگر دیدی یک بار کسی هم نرفته 5 نفر نرفته، اونا را بفرست، اونا را لذت ببرن، اونا را دره ببرن. علی ابن یخدین اون وزرای قارون دیگه، وزیرای قارون انسان 200-300 نفر میفرستاد. خدا رحمت کنه مرحوم شفتی واسه محمد باقر بوده ظاهرم، ایشون روزی 2000 نفر از فقرای اصفهان رو قضا میداد. 2 تا مغازه داشت تو اصفهان، مرحوم شفتی که این مسجد سید رو درست کرده، 2 تا مغازه تو اصفهان داشت، یکی قصابی یکی نانبایی. لذا این 2 تا مغازه رو در اختیار فقرا قرار داده بود، مسئولشون کرده بود روزی 2000 نفر از فقرای اصفهان. عده زیادی از اینها می آمدن در همین مغازه ها می گرفتن می بردن، لذت می بردن، کیف می کرد، یعنی هم خودش می خورد هم دیگران استفاده می کردن. این صاحب ابن عباد روزی 1000 نفر در ماه مبارک رمضان هر روز هم صدقه می داد زیاد. بعد یک شخصی سوال کرد چطور اینقدر اهل سخاوت و گذشتی؟ گفت من از مادرم دارم. گفت چطور؟ گفت زمانی که ما نوجوان بودیم مادرم هر شب یه پولی زیر بالش میگذاشت، میگفت مادر صبح که از این در میری بیرون اولین کسی که دیدی بهش هدیه بده. ببین پدر مادر از ریشه داره اولاد رو میسازه. مادر از صبح که از این در خانه میری بیرون هر فقیر رو دیدی بهش هدیه بده. گفت من از مادرم دارم. رضا وقتی که وزیر شده بود امر کرده بود که یه پولی مبالغ زیر بالشت من بگذارید، فردا که میشه من ویژه این رو بدم به نظر که کمک میکنم. بعد یه روز صبح بلند شد دید که زیر بالشتش پولی نیست،
این غلاما رو خواست، اطرافیان رو خواست، گفت چرا نگذاشتید؟ گفتن که یادمون رفت، فراموش کرد این کار رو بکنیم. گفت عجب، من چندین سال، بیش از 40 سال، هر روز دست به خیر دارم، هر روز دست به خیر دارم، اما امروز صبح اول وقت ما رو محروم کردید از این کار. بعد به یکی از این درباری ها که پیشش بود گفت از این در برو بیرون، هر کسی رو که دیدی فرق داره، مشکل داره، دستشو بگی بیام، هر چی من تو خانه دارم برای ابتدای ازدواجم بوده، از بهترین لباسها و پوشاک و رخت و خواب تشکیلات و اینا رو همه رو بهش بده. گفت آقا شما روزی یه مقدار صدقه میدادی. گفت نه، امروز میخوام به عنوان که فراموش کردم بیش از اندازه بدم. این غلامش میگه من از در اومدی بیرون، همونطور که تو میگشتم، حالا من ندیدم این تو اصفهان بوده یا تو بغداد بوده، چون دولت آردویه مرکزش تو عراق بوده، میگه همینطور که میرفتم دیدم که یه آقای نابینایی دخترش دستش گرفته همینطور داره تو کوچه ها میره. بعد دیگه نگاهش کردم دیگه گریه میکنه. رسیدم بهش، خب ارباب من دستور داده بود که اگر احساس کردی یکی مشکلی داره بیارش. دیگه بهش رسیدم گفتم که مشکلی داره شما؟ گفت پدرم هزینه زندگی رو نداره، امروزم با مادرم مشکل پیدا کرد، از خونه اومدیم بیرون، مادرم به من گفت میرید بیرون، دختر دم بخت نداری، هر چی پیدا کردید کردید آوردید، نیوردید تو خانه نمیایید. گفت عجب، بخت شبان. گفت از طرف صاحبه به عباد بیام، بیا بریم تا بگم چی جو تأمینتون کنه. میگه دست اینا رو گرفت، این پدر و دختر رو آورد تو قسمتی که این وزیر بود، وارد شدن، علی سوال کرد، گفتش که چی داری؟ گفت هیچی ندارم. گفت هر چی داری بهش بده. گفت آقا اینا اکثرا یه بخشش نیازه. گفت هر چی از بهش بده بره، ببین لوتیگری و سخاوت رو. بعدش پرسیدن که تو که همه این وسایل رو دادی آیا الگو هم از کسی گرفتی؟ گفت من الگوم یه نفره. گفت چطور؟ گفت من نگاه به سوره انسان میکنم، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اون سوره رو وقتی نگاه میکنم یاد زهرای مرضیه میافتم سلام الله علیها. اون شبی که شب ازدواجش بود با امیرالمومنین، وقتی که میرفتن خانه یه نفر دیدش، گفت عجب لباس قشنگی داری بیبی جان. حضرت زهرا تا این جمله رو گفت، حضرت فرمود میخوایی؟ رفتم توی خانه ای، حالا هر خانه ایمون لباس رو درآورد، شب اول ازدواج، آقای قرون اردوی دمام نکتن، امام رضا علیه السلام میرفت سواره مرکب زیبایی شده بود. آقا رو میتونی که میرفت یه جوانی بیجسته که آقا چه مرکب زیبایی قشنگی سوار شدی. امام رضا علیه السلام پیاده شد از مرکب، آمد پایین، آقا فرمود که دوستش داری؟ گفت بله یا رسول الله. آقا فرمود بش بدید. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضش کرد برس را من یه مدار بدهکارم. آقا فرمود که بهش بدید، چقدر نیازته؟ دادن بهش. وقتی آمد بره بیرون، امام صادق فرمود برگرد. آقا دست کرد انگشت، از انگشت مبارکش انگشترش رو در آورد. آقا فرمود این انگشتر من 12,000 درهم میارزه، بیا بگیر برو. و آقا بسه به همانقدر که دادی. عرضه داشت که آقا بسه به. امام فرمود که حق فقیر این است، وقتی که رجوع میکنه غنی بره بیرون. جمعاً تمام یک سلامی بدید در این شب میلاد. چی بود بحثمون امشب؟ بحثمون فرمایش علی ابن موسر رضا در این شب 11 ماه ذی‌القعده، در این عنوان که امام فرمود هر کسی، من فرمود جان ما هر کسی قلب کسی رو شاد کنم، یعنی دل کسی رو شاد کنم، خدای متعال در روزی که روز معاد است، در روزی که یک سوم یک چهارم آیات قرآن پیرامون معاد از 1400 تا 800 آیات قرآن، خدا دلش رو شاد نگه میداره. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده بر معرفت و شناخت به وجود نازنین امام هشتم سلام الله علیه، که اگر بخواهیم راجع به کرامات این امام معصوم، کرامات و کسانی که در این حرم مطهر امام رضا علیه السلام در طول بیش از 1000 سال، سال 203 امام به شهادت رسیده، به عنایت امام رضا ارتباط بس شده، گرفتن از عنایات و تفضلات حضرتش، اگر بخوایم سخن بگیم روزها و شبها منبر میتربد،
که چه بزرگانی از فضائل و از کنار وجود نازنین امام هشتم بر راه بردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی علی ابن مسرز المرتضا الامام التقی النقی و حجتک علام فوق العرض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتا کثیرة تامة زاکیا متواصلة متواترة مترادفة که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و عظمت مولا و آقای من امام رضا علیه السلام ده مرتبه یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اما یجیب المصر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المصر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المصر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا به عظمت امام هشتم فرج مولا و آقای من امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا مریضامون لباس عافیت بپوشان، بین ما و قرآن عطرت در دنیا برزخ و قیامت و بهشت فاصله و جدایی مینداز. خدمتگزاران علما مراجع رهبری منظم انقلاب بر تعییداتشان بیفزا، شهدا شهدای مدافع حرم امنیت سلامت درجاتشون عالی است، عالی تر قرار بده. در نسل دودمان ما تا قیامت شیعه و پیرو محمد آل محمد قرار بده. پروردگار محمد آل محمد را قسم بدیم لحظه جان دادن علی ابن مصر رضا به بالینمون برسان، جهت استجابت دعا و رفع گرفتاری، شفای مرزا و خبر خوش سلامتی از رئیس جمهور محترم و اعضایی که همراه این بزرگوار بودن. صلواتی خلق بفرمایید.